نام خدا، سلام و درود بیکران بر هنرمندان و هنرجویان. با برنامه همگام با آموزش در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل با بالاتنه پیش آشنا شدیم، در این برنامه با آسین آشنا خواهیم شد. قبل از اینکه به ارائه الگوی آسین بپردازم، باید خدمت عزیزان عرض کنم که آسین ما یه آسین کاملا جدید هست که اون رو از روی کادر آسین به دست میاریم، نه از روی سایز. کادر و پهنای عرض کادر آسین ما هرچی باشه، علامت هایی که برای کشیدن آسین استفاده میکنیم از یکان و دهکان عرض آسین هست. اینو خدمت عزیزان عرض کردم که آمادگی ذهنی داشته باشید برای اینکه آسین رو خیلی بهتر بیاموزید. کاغذی رو آماده کردیم برای کشیدن آستین. همونطور که قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردم، خط بالای آستین رو که اینجا خط شانه هست با گونیا می‌کشیم. این خط باید کاملا عمود باشه بر این خط. این مسئله چون خیلی اهمیت داره، این هست که در هر برنامه تکرار می‌کنم. قسمت خط بالای آستین رو کمی پایین تر از کاغذ می کشیم، چون ممکنه که به واسطه گذاشتن پل کلگی آستین بخواد یه مقدار بره بالا، اینه که روی کاغذ جا داشته باشی. خط رو می کشم. برای آستین مستطیلی میخواییم به طول قد آستین. قد آستین برای سایز 38 58.5، برای سایز 36 58 در نظر گرفتیم، 38 58.5، 40 59 و 42 59.5 و از اون به بالا دیگه 60 ثابت هست. عرض مستطیل ما هم 1/3 دور سینه به اضافه 2 هست. یعنی دور سینه سایز 38 که 90 بود، 1/3ش میشه 30 و به علاوه 2 32. همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، آستین لباسای باساسون هست. یعنی به این صورت خواهد شد که آستین های لباس بی ساسون، یعنی برنامه یعنی که ساسون بغل سینه بالا تن جلو رو رد کردیم، آستین مخصوص خودش رو خواهد خواست، به ترتیبی که خدمت شما بعداً عرض خواهد شد. مستطیل رو می کشیم. پس الان همونطوری که خدمتتون عرض کردم، 32 برای ما اولین ملاک هست که آستینمون رو بکشیم، چون عرض کادر آستین ما 32 هست. عرض کادر آستین از 25 به بالا، یعنی حدودا میشه گفت 9 سال. 25 تا 30 یه برنامه‌ای داره، از 30 تا 40 یه برنامه‌ای داره، از 40 تا 50 هم یک برنامه داره. الان تو گروه 30 هست، از بین 30 تا 40. خب دست راستمون که بالای آستین هست میشه خط شانه، دو طرف پهلو و قسمت پایین هم دم دست، که البته اگر آستین مچ داشته باشه مقدار مچ رو از قد آستین طبیعتاً کم میکنه. ما از خط شانه به اندازه 1/10 عرض کات میایم پایین. مثلا تو بالاتنی داشتیم 2 تا 3 سانتی میومدیم پایین، تو آستین 1/10 عرض کات هست. 32 میشه 3.2 میل. علامت میزنیم 3.2 میل و 3.2 میل. دو تا علامت 3.2 میل، 3.2 میل یا 3.2 میل 6 و 4 میل.
این خط اسمش هست خط پشت آستین افقی، این خط اسمش هست خط جلو آستین افقی. از دلیلش که چرا این خط این اسم گرفته خدمتتون عرض خواهم کرد. اسامی ممکنه تو روش های دیگه هم باشن ولی اسامی برای ما زیاد اهمیتی ندارن. پشت آستین افقی و جلو آستین افقی. خب با ماجیک این مقدار نوشتن مشکل است. بعد از این خط کف آستین رو داریم. خط کف آستین نصف پهنای کادر، همونطور خدمت من عرض کردم، هم پس 32 منهای 2، 32 من تقسیم بر 2 میشه 16، منهای 2 14. علامت میزنیم 14 4. خط کف آستین، اگه خاطرتون باشه تو بالاتنه داشتیم کف حلقه آستین، اینجا داریم کف آستین. کف آستین. بعد از اینکه این خطوط رو کشیدیم، اگر لازم بود قد آرنج رو حدود 33 مشخص میکنیم. پس 33 قد آرنج میشه. سایزه دیگه هم اگر همین باشه اشکالی نداره، حالا یک کمی نیم سانتا یا دو سمی کم و زیادم کردیم باز اشکالی نداره. این خط آرنج. بعد از اینکه این خطوط افقی رو کشیدیم، آستین رو از عرض به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنید. خب پس علامتش رو میزنیم 32 نصفش که میشه 16، 16 نصفش میشه 8، 3 8 میشه 24 تا. ولی خب اگر یه مدت مثلا به ارقام ریز برخورد کردید میتونید مترتون حرکت بدید و بیاید این قسمت رو به این صورت نصف کنید. الان اینجا همون کار رو انجام میدم، 8 16 اینجا میزنم، 16 میزنم 8. خب خطوطش رو میکشم. این خط اسمش هست پشت آستین عمودی، چون عموده. خطوط زیاد اسامیشون مشکل نیستن، شاید بعدن شما برای کشیدن آستین اصلا به این اسامی اصلا هیچ کاری نداشته باشید. این هم خط وسط، وسط آستین هست، اسمش هم خط وسط. این خط اگر یه مقداری تعمق کرده باشین خودتون حد میزنید جلو آستین عمودی، جلوی آستین هست، پشت آستین عمودی بود، می نویسم پشت آستین عمودی. خط وسط و جلو آستین عمودی. خب حالا برای این که شما راحت‌تر کارتون رو انجام بدین، من پیشنهاد میکنم که عرض کادر رو، یعنی شما اینجا بنویسید کاد داخل این تقریبا مربع، بنویسید 32. سایز رو اینجا ها ننویسید چون ممکنه برنامه‌ای که میخوایم انجام بدیم با سایز قاطی بشه. اینجا بنویسید سایز 38 و دورش هم یک مستطیل میکشیم. اینجا بنویسید کنار سایز باساسون، یعنی آستینمون برای لباس‌های باساسون هست. خب از اینجا برای کشیدن حلقه آستین خدمتتون عرض میکنم که خوب این مطالب رو به خاطر بسپارید. خیلی مشکل نیست، فقط وقتی که حفظ کردین یک آستین رو و مطالبش رو یادداشت کردین یا به خاطر سپردین، کشیدن آستین برای شما فوق‌العاده راحت خواهد شد. در اینجا ما 7 نقطه اصلی داریم، 4 نقطه فرعی. 7 نقطه اصلی برای کشیدن آستین هست که
اگر کسی تبحر پیدا کنه ممکنه از همین هفت نقطه استفاده بکنه و آسین رو به راحتی بکشه. خدمت شما عرض میکنم که این روی خط کف آسین قسمت جلو یک نقطه است. روی همین خط قسمت پشت یک نقطه است. پس اینجا شد یک، اینجا شد دو. تلاقی پشت آستین افقی با پشت آستین عمودی یک نقطه است. توجه میکنی که اینجا هست، اینجا میشه سه. و تلاقی جلو آستین عمودی با جلو آستین افقی هم یک نقطه است که این میشه چهار. نقطه وسط بالا هم که پنج. توی این دوتا برخوردی که از خطوط داریم که با هم مخالف هستن، یعنی پشت آستین افقی با جلو آستین عمودی، ببینید خط آستین ما به این ترتیب میاد. عقبی که میخواییم بیشیم از اینجا میاد اینجا و از پشت، چون اینجا نقطه اصلی ما هست، از اینجا که میاد از اینجا رد میشه. این برای شما راهنمایی خیلی خوبی هست که بگیم پشت آستین افقی با جلو آستین عمودی یک بیستم عرض کات به طرف وسط. پس ببینید از عرض کات استفاده میکنیم، بعد از یک دهمش استفاده میکنیم، بعد یه مواد بالا هم از یک بیستمش، از یکانش استفاده میکنیم، مواد بالا هم از دهگانش استفاده میکنیم. به هر حال اینجا الان یک بیستم عرض کات که 3.2 میل هست، 32 هست، یک دهمش، یک بیستمش میشه 1.6 میل. علامت میزنیم اینجا یک بیستم عرض کات. برای پیدا کردن یک بیستم، اگر شما اول یک دهم رو پیدا کنید همون رو نصف کنید میشه یک بیستم، یعنی 3.2 میل یک دهمش هست، نصف میکنیم 1.6 میل میشه یک بیستم. حالا در مورد شلوار هم که یک دهم و یک بیستم داشتیم همین مسئله رو میتونید انجام بدید. خب تلاقی جلو آستین افقی با پشت آستین عمودی اینجا عرض کردم اسامی شما رو هیچ نکنه، بعدن که خواستین آستین رو بکشین دیگه اصلا به این اسامی کاری نداریم، ولی فعلاً برای اینکه من به شما معرفی بکنم این اسامی رو به کار میبرم. اینجا هم یک بیستم به طرف پهلو، محلی که قراره هست حلقه ما بگذره. پس اینجا رو اشتباه نمی کنید، چون مسیر آستین شما به شما نشون میده که کدوم طرف باید علامت بزنید. 1.6 میل اینجا هم علامت زده شد. این هفت نقطه اصلی ما هست. چهار نقطه ای که اضافه می کنیم، یکی اینجا هست که خط میخواد از اینجا بگذره حلقه آستین، یکی مثلثی اینجا هست که اینجا میخواد از اینجا بگذره، یک مثلثی بالا هست نیم سانتی مونده به خط شانه، یک مثلثی هم از همین نقطه به این طرف هست وسط خط شانه و خط پشت آستین افقی که خدمتتون عرض میکنم که به چه ترتیب هست. توجه کنید، حالا اسمها به کار میبرم. اینجا تلاقی جلو آستین عمودی با کف آستین مثلثی که میخواییم بریم بیرون، این ملاک کار ما هست. یعنی برای چهار نقطه‌ای که میخواییم اضافه بکنیم اصل این هست که این رو دقیق شما داشته باشید. خدمتتون عرض کردم از کادر 25 تا کادر 30 یک دهم عرض کادر، یعنی مثلا 29 آستین 29 میشه 2.9 میل، آستین 25 میشه 2.5، آستین 27 میشه 2.7 میل، 30 میشه 3. از 30 تا 40 یک دهم عرض کادر به علاوه یکان کادر بر حسب میل. اینا خدمتتون عرض می‌کنم، مثلا ما اینجا الان 32 داریم میشه 3.2 میل، یکان عرض کادرمون 2 هستش، 2 میل بهش اضافه میکنیم میشه 3.4 میل. مثلا اگر 38 بود میشه 3.8 میل به اضافه 8 میل. پس از خود 40 هم که 10 میل یا 1 سانت حساب میشه، یعنی ارزش اگر 40 باشه میشه 4 به علاوه 1 سانت یا 10 میل همون 5. و
از 40 به بالا، از 40 تا 50 همین مطالب رو داریم، یعنی مثلا 44 به ازای هر 2 سانت 1 میل اضافه میشه از اون به بعد، یعنی 44 اگر شما داشته باشید میشه 4 و 4 میل، 1 سانت به خاطر 30 تا 40 بهش اضافه میشه میشه 5 و 4 میل، و 2 میل به خاطر اون 4ش که به ازای هر 2 سانت خدمتتون عرض کردم 2 میل به اون اضافه میشه. این مطالب رو به خاطر بسپارید، دیگه کلن کار کشیدن این 4 نقطه فرعی کمتون که خدمتتون عرض کردم اگر تبحر پیدا کنید با همون 7 نقطه اصلی میتونید آستین رو بکشین، این کار برای شما خیلی راحت میشه. الان اینجا مثلثی ما 3 و 2 میل به اضافه 2 میل هست، میشه 3 و 4 میل. حالا شما آستین هایی رو که میکشین میتونین علامت هاشو روش بزنین، شما قرار هست که 4 سایز آستین بکشین و بعد از اون میتونید تمرین داشته باشید روی قسمت های دیگر. اینجا بغلش میتونید مثلا بنویسید 3 و 4 میل. خب این مثلثی پشت که به این جهت آستین ما بخواد اینجا الان رد بشه دیگه بقیهش ساده است تقریبا میشه گفت. هر مقداری که قسمت جلو بود به علاوه 2 سانت، پس 3 و 4 میل میشه 5 و 4 میل. علامت میزنیم، یه خط میکشیم، می‌نویسیم 5 و 4. اما دو تا مثلثی هایی که این بالا داریم، اینجا و اینجا، هر مقداری که اینجا بود یعنی 5 و 4 منهای دهگان عرض کارد بر حسب میل. یعنی چی؟ یعنی 5 و 4 که هست اینجا 3 میل ازش کم میشه، میشه 5 و 1 میل. اینجا 5 و 1 میل، نیم سانت مونده به خط شانه طرف پشت، جلو 5 و 1 میل، وسط خط شانه و خط پشت آستین افقی. خب پس علامت میزنیم 5 و 1 میل. ببینید اینجا 5 و 1 میل حدوداً اینجاها میشه. شما میتونید با یک خودکار یا مداد کمرنگ نیم سانتتون اینجا به طول مثلا حدود 1 سانت خط بکشید، بعد بیایید 5 و 1 میل رو به این ترتیب هر کجا روی خط رفت اونجا رو علامت بزنید. حتی میتونید همین خط باز حالت مثلثی که رفتیم بکشین برای قسمت‌های بعد روش هم بنویسین که بعد نگاه کردین به این الگوتون قشنگ یادتون میفته که چیکار کردین زمان که میگذره. این طرف هم همین حالت داره. اینا تقریبا شبیه همون تو بالاتنه جلو که داشتیم پیدا کردن محل سینه بود، با بلندی و فاصله سینه هم تقریبا شبیه همونه. این قسمت هم 5 و 1 میل وقتی زدید حدود محل که مشخص شد، اینجا 3 و 2 میل که شد 1 و 6 میل، 1 و 6 میل رو خیلی کم رنگ تو اون فاصله یه سانت، یه سانت و نیم کم رنگ میکشید. هر کجا که روی این خطی که کشیدین 5 و 1 میل بود اونجا رو نقطه میذارید و میتونید خطش رو هم بکشید، باز اینجا بنویسید 5 و 1. خب حالا توسط این نقاطی که کشیدیم میخواییم آستینمون رو بکشیم. طریقه کشیدن آستین من پیشنهاد میکنم که به این ترتیب عمل کنید. ببینید از اینجا الان میخواییم بیایم اینجا و از اینجا بیایم اینجا، باید ببینیم که به چه شکلی باید از اینجا بیایم که بتونیم از اینجا رد بشیم. اینی که اگر اجازه بدیم من با مداد بکشم برها راحت تر هست. وقتی که داریم میایم توی این نقطه باید توجه داشته باشیم که به چه شکلی بیاییم اینجا که بتونیم از اینجا بیاییم به این علامت بعد. اینجا منحنی ها تو خالی هست چون از الگو کم میکنه، درست مثل منحنی جلو. اینجا مثلا فرض کنیم من نمیکشم ولی به این شکل میام و از اینجا منحنی تو خالی رو میکشم. خیلی کم رنگ بکشید که وقتی مطمئن شدید و الان شکل این آستین رو میکشم خدمتتون نشون میدم، مطمئن شدید شکل آستینتون درست هست بعد اون خط رو پر رنگ کنید. این قسمت هایی که تو این ناحیه قرار داره یه خط صاف نیست، یه منحنی خیلی کم هست، یه منحنی پر خیلی ملایم هست. این قسمت هم همینطور.
ببینیم ما مشخص میکنه که از اینجا به چه شکل باید بیایم که وقتی به اینجا رسیدیم بیایم وارد این خط بشیم. در حقیقت خط ما رو علامت قبلی مشخص میکنه، یعنی از اینجا الان ما به چه شکل باید بیایم که اینجا یه مقدار با خط شانه مماس میشه، یه کمی مماس ادامه پیدا میکنه و میاد به این نقطه و میاد پایین. من تمام این آستین ها رو که خدمتتون عرض کردم، جدولش رو همه رو کشیدم، آستین ها فوق‌العاده عالی در میاد. این قسمت مهمترین قسمت آستین هست که باید به این شکل بکشید، یعنی آستین باید به این صورت روبروی شما قرار بگیره، چون از پایین آستین رو که نگاه میکنیم، حالا من از همین زاویه جلوی دوربین خواهم گرفت و به شما نشون خواهم داد، آستین خیلی خوب دیده میشه. وقتی مطمئن شدین که کدوم خط درسته، همون خط رو پررنگ میکنید. من الان به وضعیتی کشیدم که یک مبتدی میخواد بکشه، الان این مداد هست. خب ما از اینجا، یعنی از خط وسط 8 میل میریم به طرف پشت، این میشه چرت سرشانه. اونتا یه برامدگی پشت داشتیم که قسمت پشت رو میبردیم بالا، اونجا هر مقداری که پشت بره بالا نصف اون مقدار این علامت چرت میاد به طرف وسط که یه هماهنگ بشه. توی قسمت جلو هم یک چرت میزنیم که جلوی آستین روی پارچه مشخص بشه. توجه کنید، البته با ماژیک مشکل هست، ولی من سعی میکنم که برای اینکه بینندگان محترم آستین رو به وضوح ببینن، اینم چرت بالا به این صورت خدمت شما نشون. این آستین، این چهار قسمت هم اسم داره، میشه زیر آستین پشت، زیر آستین جلو، روی آستین و روی آستین. بله، در این برنامه با توضیح آستین خدمت شما بودیم. امیدوارم که از آستین به روش پارسی لذت برده باشین و از اون بتونید استفاده های مطلوب رو ببرید. یه مسئله راجع به خط کف آستین بود که در قسمت های دیگر خدمت شما بیان خواهم کرد. در برنامه دیگر که با الگوسازی در خدمت شما خواهیم بود، مطالب یک مقدار بازتر میشه. امیدوارم که بتونید از اون جلسات هم نهایت استفاده مطلوب را ببرید. با امید به این که در کار هنر موفق باشید، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.